دعوت به زندان. هموطنان عزیز، بیایید نقطه قوت دیکتاتوری خامنه ای را به نقطه ضعف او مبدل سازیم. دیکتاتور مردم را از زندان میترساند، حالان که با زندانی شدن هر نفر از مخالفان بر مشکلات او بیشتر افزوده می شود. جمهوری اسلامی هم اکنون با کمبود جا و امکانات در زندان ها روبروست. کافی است مردم کاری کنند که حکومت مجبور شود آنها را زندانی کند. آن وقت زندان ها سرریز می کند و زندانیان سیاسی دوباره به خیابان ها باز می گردند. این یعنی پایان دیکتاتوری جمهوری اسلامی. به همین سادگی. به خدا به همین سادگی. ببینید، من هم اکنون در زندان هستم همراه با زندانیان عادی. اتاق ما دارای 30 تخت خواب برای 30 نفر است، اما به دلیل ازدحام زندانیان که به واسطه دستگیری های اعتراضات رخ داده است، آمار اتاق ما در 2-3 ماهه اخیر هیچگاه کمتر از 45 تا 50 نفر نبوده است. یعنی همواره بین 15 تا 20 نفر و حتی بیشتر مجبور بودند کف اتاق بخوابند. آن هم به قول زندانی ها باید کتابی بخوابند که جا برای بغل دستی هم باشد. افزودن حدود 500 نفر از معترضان خیزش های اخیر در این مدت باعث فشار به همه بندهای زندان شده است. به گونه ای که حکومت مجبور شده علی‌رغم میل باطنیش عده زیادی از دستگیر شدگان را آزاد کند، و این یعنی بروید هر کاری دلتان میخواهد بر ضد ما بکنید. البته امثال من جایشان در زندان فعلا محفوظ است. راستش تا به حال چند بار آزادی از زندان را به من تعارف کردند که گفتم خیلی ممنون، من تا آزادی وطن همینجا میمانم. ضمن اینکه تنها جایی که جمهوری اسلامی به وعده خمینی عمل کرده همین زندان است، چرا که هم آب و برق مجانی است و هم اتوبوس، البته برای رفتن به دادگاه، و همینطور غذای مجانی میل میفرمایید که اشانتیون مقام معظم رهبری است و همه زندانیان عزیز. توی این گرانی ها چه جایی بهتر از زندان، هم فال است هم تماشا. توضیح بیشتر این که برای تشریف فرمایی به زندان و جمع کردن بساط شرارت جمهوری اسلامی نیاز به اقدامات آنچنانی نیست. یک فعالیت تبلیغی کوچک علیه نظام هم کفایت می کند، چون مجازاتش از 3 ماه تا 1 سال زندان است و ما نیازی به بیشتر از این زمان برای رسیدن به آزادی نداریم. برای اینکه بدانید کدام کارها هستند که فعالیت تبلیغی علیه نظام محسوب می شوند، می توانید با آخوندهای حکومتی مشورت فرمایید. با امید دیدن روی ماهتان در زندان و سپس خیلی زود در خیابانهای ایران آزاد. 26 دی ماه 1401، عبدالرسول مرتضوی، زندان مرکزی.